بسم الله النور، بسم الله النور النور، بسم الله نور علی نور، بسم الله الذی هو مدبر الامور. سلام عرض ادب و احترام تقدیم به شما بیننده های عزیز و محترم. بسیار زیاد خوش آمدید به برنامه خودتان، برنامه زنده روشنا. انشالله که عزیزان تا نهایت برنامه هم همراه ما باشید. آغاز هفته از شنبه، یک هفته بسیار خوب و پر از برکت برای شما عزیزان و دوستان آرزومند هستیم. اما اجازه بدین یک سلام هم با کارشناس محترم برنامه خانم حسینی بزرگوار داشته باشیم. سلام علیکم خانم حسینی، بسیار خوش آمدیم. به نام خداوند بخشنده مهربان، من هم خدمت شما سلام عرض ادب دارم، همچنین خدمت بینندگان عزیز. انشالله که شروع هفته، آغاز تحرک، انرژی، خاطر آسوده باشه برای همه گه انشالله. بسیار تشکر از شما خانم حسینی عزیز. اما بینندگان عزیز و محترم، در همین ابتدای برنامه شماره تماس برنامه زیرنویس میشه و شما بزرگواران میتونید که هر کدام سوال، انتقاد و یا پیشنهاد و یا کدام تجربه خاصی اگر دارید و میخواید که با ما به اشتراک بگذارید، حتما از طریق شماره تماس های برنامه، از طریق واتساپ و تلگرام با ما در ارتباط شوید. نظرات خودتون را برای ما بگذارید. بسیار بسیار خوشحال میشیم وقتی نظرات شما عزیزان را دریافت میکنیم و قطعا سعی میکنیم که در برنامه استفاده بکنیم و حتما برای بهبود روند برنامه مؤثر خواهد بود. همچنان برنامه به صورت لایو از طریق اینترنت هم پخش میشه، از طریق سایت تلویزیون جهانی هادی میتونید برنامه را ببینید و همچنان برنامه گذشته را از طریق هم سایت تلویزیون جهانی هادی و از طریق دیگه فضاهای مجازی مثل یوتیوب و آپارات هم میتونید ببینید و دنبال بکنید و نظرها و انتقادات و پیشنهادات خودتون را برای ما بماند. اما به سراغ کارشناس محترم بریم و موضوعی که خانم حسینی این هفته و انشاءالله در هفته های آینده با همین موضوع در خدمت شما خواهیم بود، عنوانش از اختلالات روانی کودکان و نوجوان. سوالی که ایجاد میشه ایست که چقدر عجیب، مگر کودک و نوجوان هم ممکنه خدای نکرده گرفتار چنین مسئله ای شود؟ بله، این بحث ما بسیار بحث مهم است و من تأکید میکنم که حتما این برنامه رو ببینین و در این زمینه مطالعه و دانش کسب بکنن خانواده های عزیز، چرا که نونهالای زندگی ما باید با آرامش خاطر و در سلامت روان بزرگ شوند، وگرنه حتما دچار آسیب می شود. میگیم که چقدر آمارها بسیار وخیم و از یک فاجعه انسانی در مورد کودک و نوجوان خصوصا در کشور عزیز ما افغانستان روایت میکنه. همون ابتدا یک توضیح بله. که منظور از اختلال بله. روانی چیست؟ باز در مورد آمار هم آره بله همه رو میخواستم عرض بکنم که ابتدا میخوام سلامت روان تعریف بکنیم. بله. که سلامت روان چیست؟ از نظر بهداشت جهانی میگه سلامت روان فردی که از یک زندگی مطلوب از هر لحاظ، خصوصا از لحاظ جسمی روحی برخوردار، او کیفیت مطلوب داره، سازگاری با محیط داره، هیجانات احساسات خودش میشناسه و میتونه کنترل بکنه، به خاطر همین او میشه در سلامت روان قرار دارد. اما برعکسی میشه افرادی که عموما در اختلال یا تأخیر، خصوصا کودکان و نوجوانان در رشد، تفکر و ای که احساسات و هیجانات خودشان را نمیشناسن، نمیتونن کنترل بکنن، دچار نقص هستن و ای که ای کودکان مورد آزار روحی و جسمی قرار میگیرن و اختلال در تحصیلشان، در شخصیتشان و در عملکرد رفتاریشان نمایان هست، که میفهمیم این کودک یا نوجوان دچار یک اختلال رفتاری و شخصیتی و تربیتی میشه که میتونه هم در خانه مشکلات ایجاد بکنه، هم در مکتب ایجاد بکنه و هم در اجتماع. خانم حسینی، خب با توجه به تعریف که شما کردین، پس یک چیزیست که بعدن ایجاد میشه در طفل یا ممکنه که در ابتدا وقتی به دنیا میاد با همین اختلال متولد شه؟
بعدن ایجاد میشن. بله، به خاطر همین میگیم اختلال بعدن ایجاد میشه و 90% از کودکان و نوجوانان در کل جهان طبق آمار در حال زندگی هستن و این اختلالات که کودک و نوجوان دچارشون میشه خب متفاوتن در کشورها با توجه به سقف اقتصادشان، رشدشان، کشورهای توسعه نیافته، کشورهای فقیر و متاسفانه اختلالات روحی و روانی خصوصا در کشورهای فقیر همیشه بیشترین آمار را متاسفانه نشان میده و این بله. که اگر یک اختلال در بزرگسالی بله. ایجاد میشه ریشش در کودکی است طبق آماری که گرفته بودن. بله، مثلا قبل اینکه آمار بگیم یک سوال که بزنید بفرمایید که شما فرمودید که سازگاری با محیط یکی از نشانه های سلامت روان و عدم سازگاری با محیط یکی از نشانه های اختلال روانی در کودک و نوجوان است. خب یک طفل، یک کودک مثلا 6 ساله، 7 ساله یا کلانتر که عملا وارد محیط اجتماعی نشده و هنوز در خانه است، این دیگه سازگاری یا ناسازگاری شاید خیلی معلوم نباشه، یعنی عملا خیلی جامعه پذیر نشده، بس این جامعه پذیری با منو شاید نرسیده باشه، این چقدر معلوم نیست. خب این طفل اگر محیط سازگاری به خاطر امنیت و سلامت روان ای کودک 6 ساله کسب کرده باشه، خب قطعا وقتی وارد اجتماع میشه ترس از اجتماع نداره، منزوی نیست، خجالت نمیکشه، شاید این حس حقارت برش دست نده، شاید ناآشنا باشه اولین بار. خب یک طفل را که در کودکستان میبرن طفل 6 ساله یا مکتب، شاید به خاطر عدمی که ناآشناست، محیط ندیده، شاید به قول شما در خانه بوده، کمتر وارد اجتماع شده، او ترس بسیار کم داشته باشه، منتها با دو سه بار رفتن از والدین یا مراقبین که به مکتب یا کودکستان رسانده میشه، خب با محیط آشنا میشن، سازگاری پیدا میکنه، مثل اطفالی که خب قطعا کودکان دیگر شاید آشنایی نداشته باشه، با یک سلام، با یک وسیله اسباب بازی هم دیگه، با یک لبخند دادن، یک لقمنان با هم دوست میشن و میبینیم که سالهاست انگار اینا با هم دوست بوده و او ارتباط اجتماعی را و تعامل برقرار میکنه، ولی خب وقتی دچار اختلال باشه نه، نمیتونه، قطعا نمیتونه و میگیم که چرا نمیتونه. بله، در خدمت شما. خب آمارا رو عرض میکردم. بله. پس طبق آماری که گرفته بودن بزرگسالانی که دچار اختلالات روانی بودن اکثرشان در حدود سن 11 تا 18 سالگی حتما یک اختلال داشتن، مثل اختلال ترس، مثل افسردگی، مثل اینکه یک بار تصمیم گرفته بودن که خودشان رو بکشن. پس این ریشه در کودکی و نوجوانی داره. من همیشه میگم اگر اختلال در کودکی و نوجوانی رسیدگی شود خود در بزرگسالی کشته نمیشه. باز میگم اگر در کودکی درمان شود قطعا نوجوانی و بزرگسالی خوبی خواهد داشت. اگر باز هم در کودکی نشود در نوجوانی حتما باید درمان شود، وگرنه که ما خب انسانهایی داریم که کلگیشان دچار اختلالات روانی هستند. باز آمار دیگه ای را که نشان دادن حدود 10-20% از کودکان دچار اختلالات روانی در جهان هستند. یک آماری که قدیمی بود در سال 2006 گرفته بودن حدود 13% از کودکان دچار اختلالات روانی بودند که باز پیشبینی کرده بودند که این اختلال ممکنه تا سال 2020 به 16% برسه، که برعکس بسیار بیشتر رسیده. طبق آخرین آماری که به دست آمده تقریبا 2-49% از کودکان و نوجوانان جهان دچار اختلالات روحی و روانی هستند، متاسفانه بسیار زیاده. و ای که آخرین آماری که در کشور ایران گرفتن 21% از کودکان و نوجوانان دچار اختلالات روحی و روانی هستند. و اما که گفتنش برای من ایرم میگم که بسیار زجرآور است و حس بسیار غمگینانه شاید به ما دست بده، متاسفانه ای آمار که جدیدترین آمار گرفته شده توسط سازمان جهانی و امور پناهندگان در افغانستان، 60% از مردم افغانستان دچار اختلالات روحی و روانی هستند. خب علتش که میدانیم جهانی هم بیشتر و متاسفانه بدتر از این آمار. خب این کل آمار که شامل بزرگسالان میشه 80% تا
80% فکر می‌کنم رقم خیلی بزرگ عجیبه. و اصلا گفتی از فاجعه رد شدن. فاجعه شاید یک تعریف نرمال داشته باشه و این متاسفانه 80% از کودکان افغانستان دچار اختلالات روحی و روانی هستند. این خیلی آمار ترسناکی هست و اکثرا هم میدانن و این در آمار ذکر شده که متاسفانه به خاطر فقر پایین فرهنگی و من میگم شاید درک مردم افغانستان بیشتر ای کودکان که دچار اختلالات روانی هستن برچسب دیوانه رو میزنن و اکثر ای اطفال در خانه نگهداری میشن متاسفانه و ای که خطاب دیوانه بودن برشون میخوره و ای بسیار بسیار من میگم جای تأسف است که و یا ای که خانم حسینی بدون اینکه برچسبی بخوره بدون اینکه کس متوجه بشه که این رفتاری ناشی از یک اختلال روانی هست میتونه در جامعه وارد شود تاثیرگذار باشه و آثار بسیار مخرب داشته باشه بله به خاطر همون بله اجازه بدین خانم حسینی یک میان برنامه رو ببینیم سوالات بیشتری ان شاء الله بعد از در خدمت شما خواهیم دوستان عزیز و محترم یک میان برنامه رو ببینیم و برگردیم. پخش برنامه های آموزشی مکتب هادی شنبه ریاضی صنف 7 10 تا 10 و نیم کیمیا صنف 8 10 و نیم تا 11 دری صنف 9 11 تا 11 و نیم یک شنبه کیمیا صنف 7 10 تا 10 و نیم فیزیک صنف 8 10 و نیم تا 11 بیولوژی صنف 9 11 تا 11 و نیم دوشنبه فیزیک صنف 7 10 تا 10 و نیم ریاضی صنف 8 10 و نیم تا 11 کیمیا صنف 9 11 تا 11 و نیم سه‌شنبه بیولوژی صنف 7 10 تا 10 و نیم دری صنف 8 10 و نیم تا 11 ریاضی صنف 9 11 تا 11 و نیم چهارشنبه دری صنف 7 10 تا 10 و نیم بیولوژی صنف 8 10 و نیم تا 11 فیزیک صنف 9 11 تا 11 و نیم مکتب هادی دریچه دانایی بینندگان عزیز و محترم شما همچنان برنامه خودتان برنامه زنده روشنان را از تلویزیون جهانی هادی نگاه میکنید و ما همچنان گفتگو میکنیم با کارشناس محترم برنامه خانم حسینی با موضوع اختلالات روانی کودکان و نوجوانان خانم حسینی عزیز اجازه بدین یک سوال از شما پرسان کنم قبل از اینکه ادامه برنامه داشته باشیم شما در مورد اختلالات روانی صحبت کردید برای کودکان و نوجوانان شاید برای برخی از دوستان ما این سوال ایجاد شده باشه که سن اختلال روانی در کودکان چقدر است؟ چون شما فرمودید یک چیزی است که از ابتدا وجود نداره بعدن ایجاد میشه چه زمانی 3 ساله یعنی ممکنه اگه فرد 3 ساله دچار اختلال روانی شود 4 ساله شود من نمیفهمم با سن مکتب بله 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 خب این بستگی داره که اون نوع اختلال چی باشه که در برنامه آینده ذکر میکنیم که انواع اختلالات چی هست هر کدومش چه مؤلفه هایی داره و این که بستگی یک از علتاش الان لازمه که بگیم در دوران بارداری است ما حتی طفل یک ماهه حتی طفل 6 ماهه داریم که دچار اختلال افسردگی است این افسردگی را از کی گرفته از مادر که دچار افسردگی بسیار شدید بوده در طفل منتقل شده و این که حتی ما طفل 3 ساله و 2 ساله داریم که دچار اختلال اضطراب و دچار اختلال اضطراب جدایی از والدین و مراقبینش هست و این اگر درمان نشه و خب در سن مکتب میرسه از او اختلال باز هم بودی پیدا میکنه یعنی یک طفل ممکنه چند تا اختلال همزمان بگیره افسردگی داشته درمان نشده اضطراب برش اضافه شده او مانده باز اختلال ضد اجتماعی را که وارد اجتماع شده پیدا کرده چند نوع اختلال همزمان داره این معنی که خانم حسین اگر که یک اختلال درمون نشه و حتما احتمال ابتلا به اختلال های دیگه افزایش پیدا میکنه و یا یعنی اینکه شانس هست دیگه احتمالش زیادتره اگر او درمان نشه یا که در او زمینه بسیار پیشرفت میکنه اختلال افسردگی اگر دوچار باشه در حدی شاید پیشرفت بکنه که طفل تصمیم به خودکشی بگیره و حتی اقدام به خودکشی بکنه متاسفانه
خب بله در خدمت شما ادامه آمار رو بگم چون که بسیار مهم است. گفتم این یک هشدار باشه برای خود ما که به فکر باشیم. و این که در جمعیت تقریبا 30 میلیونی افغانستان ما مراکزی نداریم تحت عنوان مراکز روان پزشکی مشاوره و درمان در این زمانه که بسیار جای تأسف، فقط یک مرکز ذکر کردن که عده‌ای از کودکان مورد درمان قرار گرفته که بسیار اعلام کرده بودن که این وضعیت اگر به همی روال پیش بره جامعه به یک فاجعه من میگم انسانی کشیده میشه. کمان که همین الان هم خانم بله. بعضی وقتا احساس میکنه که وضع جامعه کم از فاجعه متاسفانه. بله. و باز این نکته که به ذهن من میرسه خانم حسینی در این زمینه است که برخی از ما گمان میکنیم که با دنبال روی کردن از سیاست های مختلف با به دست آوردن برخی از منافع کوتاه مدت چقدر برای خودمان، برای قوممان، برای مردممان خدمت کردیم، برای ملتمان، برای همشهری های خودمان خدمت کردیم، غافل از این که با این دغدغه هایی که عملا دغدغه هایی است که مرتبط به سنین بالاتر باید باشه و وارد کردن کودکان به این مسائل کودکانمان را گرفتار چه مسائل دهشتناکی میکنیم، گرفتار چه مصیبت هایی میکنیم که تا نسل آینده ایمان گرفتار این مصیبت ها خواهد بود و چقدر طول خواهد کشید تا این مسائل حل شود. گاهی اوقات خانم حسینی ما فکر میکنیم کار خیر میکنیم در حالی که این کار خیر نیست، همه ضرر است. متاسفانه طبق آخرین گزارش از سازمان حامی کودکان در کشور افغانستان Save the Children، بازم ای هم گفته از یک فاجعه بسیار بزرگ خبر میده و ای که از هر 4 طفل فقط یک نفر تا کن تحت درمان قرار گرفته، یعنی علنا 3 کودک دچار اختلال همچنان باقی میمونه و او یک نفر تحت درمان و حمایت قرار گرفته. و باز هم آخرین گزارش از کمیته آلمان که در افغانستان فعالیت داره، آخرین آمارش ای بوده که حدود 4,460,000 کودک و بزرگسال در افغانستان نیاز به حمایت درمانی دارند و دچار اختلالات روانی هستند. اما تا کنون از این 4 میلیون نفر فقط 1,308,661 نفر تحت درمان قرار گرفته و بقیه همچنان در حال و هوای اختلال روانی متاسفانه به سر میبرن. آماری که گرفته شده معلوم نیست که چه معلوم نیست باشه که اصلا در آمار ذکر نشده باشه متاسفانه. و باز هم گزارش که دادن از هر 4 دختر یک دختر دچار نشانه های شدید افسردگی و اختلال اضطراب متاسفانه هستند و 2/3 از این کودکان همچنان در وضعیت غمگینی، ناامیدی، به قول یک طفل قصه‌دار، طفلی که هیچ امید به آینده نداره، هیچ برنامه‌ای در ذهنش حتی شاید خطور نکنه. چرا که اکثری اطفال ممکن است عزیزای خودشه، والدین خودشه، خانه و کاشانه خودشان را از دست داده متاسفانه و ناامید زندگی میکنن. بله متاسفانه چی شود. آره. خانم زنگه اقوات انسان گمان میکنه شاید این آمارها درست نباشه چون بالاخره کشورهای دیگه کشورهای کفری آمار را شاید داده باشه. بله در ذهن میرسه میگیم خب اینا غرضی داشتن حتما این آمار را دادن، ولی خب متاسفانه در کمال تاسف وقتی که به جامعه خودمان نگاه میکنیم، به اطرافیان خودمان نگاه میکنیم، این وضعیت آشفته کنونی افغانستان را که میبینیم، وضعیتی که دختران ما دارن، وضعیتی که اطفال ما دارن، وضعیتی که پیران ما دارن، این همه نشان از یک آشفتگی به تمام معناست که هرج و مرج احساسی و عاطفی به تمام معناست. به تمام معناست. از لحاظ جسمی، نه از لحاظ مادی گرفتاری آشفتگی شدیم، از لحاظ روحی و هر کسی که انکار کنه این واقعا در روح غرض و مرض وجود داره. متاسفانه. غیر قابل انکار. غیر قابل انکار. بله متاسفانه وجود داره. بله. خب پس سلامت روان فهمیدیم. بله و این بله. که اختلال فهمیدیم که چی هست، آمارهای بسیار ناراحت کننده متاسفانه که من میگم باید یک زنگ هشداری باشه برای دولت مردای ما و برای مردم ما. خب میخوایم اختلال ها علت های اختلال های روانی رو بگیم. کودکانی چه کسانی، چرا کودک دچار اختلال روحی و روانی قرار میگیره؟ یک کودکی که ممکنه تا سن 6 سالگی اما حتی 3 سالگی من میگم یک کودک سالم،
طبیعی، عادی و زیبا متولد شده در این جهان. کودکانی که مورد بدرفتاری قرار میگیرن، بدرفتاری از خانواده شروع میشه. به خاطر همینم خانواده، بس تاکید دارم که همون کارخانه انسان سازی است، اما کسی است که شخصیت، آینده و تمام وجود او کودک خانواده میتونه فراهم بکنه. خب بسیار بسیار متاسفانه حتی در کشورهایی که هموطنان ما مهاجر هستند، منتها باز هم کودکان تنها قشر هستند که مورد آزار جسمی، روحی قرار میگیرن در داخل خانواده تا برسه به اجتماع. پس کودکانی که دچار بدرفتاری مثل آزار جسمی، مثل لت زدنشان، مثل آزار عاطفی، روحی و روانی، مثل سرزنش کردنشان، تحقیر کردنشان، به اینکه تو مثلا دختر هستی، تو پسر هستی و جنسیت براش مطرح باشه، تخریب شخصیتشون و آزار جنسی. یه آزار جنسی هم متاسفانه میتونه از خانواده باشه، از اقوام نزدیک باشه و مرحله بعدیش از اجتماع باشه، که بسیار بسیار این هم آمارها بسیار وحشتناک هست که بنا به دلایل های بسیار مختلفی کودکان ما مورد آزار جنسی و ابیوز قرار میگیرن متاسفانه. تعریف آزار جنسی، تعریف بقول شما ابیوز، تعریف آسیب روحی و حتی آسیب جسمی بین مردم ما و دیگه مردم فرق میکنه. بله. یعنی ما تا یک حد بسیار زیادی را کاملا طبیعی میشمونیم که یک پدر خب حقش است که اولاد خود بزنه. بله. یک مادر حقش است که دو کاری کنه. یک نمیفهمم حتی چه بسا آزار جنسی یک مسئله باشه که خب برای ما کاملا طبیعی باشه بگیم خب مثلا این طفل با این سن و سال خب شوهر کرده، به خانه شوهرش رفته، متوجه نیستیم که داره آزار میبینه. آزار میبینه و اینا همه آسیب هایی است که میتونه بر روح و روانش تاثیر بگذاره. فکر میکنم یک مسئله جدی است که تعریف ها باید کاملا برای جامعه ما و مردم ما واضح باشه. من در این مثلا میخواستم بله مثلا من آلا جسمی عاطفی را شاید درکش باشه، اما آزار جنسی متاسفانه اگر شرایط باشه که واقعا یک بحث جدا میطلبه، حتی کارگاه 6 ساعته و 12 ساعته ما برای آزار جنسی داریم. تعریف آزار جنسی چیست؟ چرا هم طفل مورد آزار جنسی قرار میگیره و بسیار آمارهای وخیم هم نشان میده و ای که شاید به خاطر جامعه سنتی، شرم، خجالت، همه اینا باعث شده که طفل ما شناختی از جنسیت خود و ای که از اندام جنسی خود هیچ اطلاع و شناختی نداشته باشه و ای عدم شناختشون باعث بشه که مورد آزار جنسی قرار بگیره، که او انواع های بسیار مختلفی داره که در این برنامه نمیگنجه متاسفانه. بله. پس اطفالی که گاهی اطفالی که والدینشان دچار اختلالات روحی روانی هستن، ما حتی خودمون که درمانگریم، برای که یک طفل و نوجوان درمان بکنیم از اختلالات، خانواده درمانی رو شروع میکنیم، میگیم تا پدر، مادرش و کسی که مراقب طفل است درمان نشوه، هیچ تأثیری نمیتونه این طفل داشته باشه. چرا که باید مادری که دچار افسردگی شدید هست او باید درمان شوه، مادری، پدری که دچار بیماری جسمی است رسیدگی نمیکنه، به خاطر اولادایشون هزینه نمیکنن، زمان نمیذارن، چرا که میگه صرف خانه، زندگی و اولاد شوه. خب به مرور یک مادر بیمار، یک پدر مفلوج، من میگم افسرده، خب قطعا این اطفالی که در این محیط در حال رشد هستن این اختلال دریافت میکنه و قطعا اونها هم دچار اختلال هست. متاسفانه من فقط تصور میکنم شرایط کنونی افغانستان که متاسفانه دخترها خب از مکتب ماندن، بچه ها هم همچنان بسیاری متاسفانه به دلایل مختلف سیاسی و اقتصادی و اجتماعی امید آینده خود از دست دادن، از لحاظ روحی روانی تحت چه فشارهایی هستن. این مادر افسرده، این پدر افسرده و ناراحت، خشمگین وقتی که ازدواج کنه، اولاد دار شده، خب الان قاعدتا پدرها و مادرها فکر میکنن بهترین کاری است که از اینکه خانه بیکار بشه ازدواج کنن، حداقل نسل خود رو بسازن. بله. یک نسل بیمار را متاسفانه ممکنه که ایجاد بکنن و این نسل همچنان ادامه پیدا بکنن. اما خانم حسین یک میان برنامه رو ببینیم، باز بعد از در خدمت شما خواهیم بود. تشکر بینندگان عزیز و محترم، اگر کدام سوال از کارشناس محترم دارید از طریق شماره تماس که زیرنویس شده حتما با ما در ارتباط شوید. یک میان برنامه رو ببینیم و برگردیم.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على سلام مجدد تقدیم به شما بیننده های عزیز و محترم که برنامه خودتان برنامه زنده روشن را از تلویزیون جهانی هادی نگاه میکنید. ما همچنان گفتگو میکنیم با کارشناس محترم برنامه خانم حسینی با موضوع اختلالات روانی کودکان و نوجوانان که متاسفانه آمارهای بسیار ناراحت کننده در افغانستان داشته. اما خانم حسینی عزیز شما در مورد اختلالات روانی صحبت کردید، توضیح دادید که منظور از اختلالات روانی چیست، علتش چی میتونه باشه. اما سوال بعدی که ایجاد میشه ای که پدر و مادر دلنگران که در شرایط کنونی افغانستان یا در هر جای دیگری اولادی داره، طفل داره، کودک یا نوجوانی داره، از کجا بتونه متوجه شود که طفلش خدای نکرده مبتلا به این مسئله؟ بله، برای تشخیص این نکته رو من یادآوری بکنم که شناخت اختلال روانی کودک و نوجوان یک کار بسیار سخت و پیچیده است و با آسانی قابل مشاهده شاید نباشه. بله. و ای که والدین بفهمند که طفل ما دچار اختلالات روحی و روانی شده، اما از یک سری علائم، اگر طفل ما در یک سن بسیار عادی بود، یک کودک آرام بود، یک کودک من میگم کنترل احساسات، هیجان و رفتاری داشت، در یک از بره زمانی دچار یک سری حالات مثل طفل بسیار گریه میکنه، ناخودآگاه طفل بسیار پرخاشگر میشه، بسیار داد میزنه، این طفل مشکوک هست که حتما دچار یک از اختلالات روحی یعنی از روانی شده، طبیعی خودش خارج شده و اختلال ایجاد کرده. میبینیم طفل در درساش بسیار خوب بوده، منتها روند کنتری رو در پیش گرفته، در منزوی شده، ساکت و آرام شده، و از این طریق والدین باید این آگاهی و شناخت داشته باشه که با مشاهده خودشون، با دقت و بینش خودشون طفلشون را مورد نظارت قرار بده که امروز طفل ما در چه وضعیت روحی و روانی و رفتاری، اگر یک رفتار غیر مطلوب از اون مشاهده کرد، مشکوک شوه که طفل ما ممکنه دچار یک اختلال و عارضه شده باشه. و بسیار وقتا پدرها و مادرها خانم حسینی تغییر که در طفلشان ایجاد میشه فکر میکنه خب این برای جلب توجه ما این کار میکنه، یا یکی چه رفتاری است. معمولا این رقم است که پدرها و مادرها قهر میشن در سر طفل خودشان که تو چرا این کار میکنی، و با پرخاشگری سعی میکنن که او رفتار طفل را محدود بسازن. شاید طفل رفتار خود محدود هم بکنه، ولی خب عملا در جلوی پدر و مادرش خود کنترل میکنه، ممکنه که پشت سرش که پدر و مادر نباشن دوباره همون حالت ها بروز پیدا میکنه. بله، متاسفانه ممکنه آنی باشه، در یک لحظه به قول شما شاید با یک سردنش والدین، با یک سرکوب زدن از معلمشان یا از کسی که از اون مراقبت میکنه او لحظه آرام باشه، ولی خب او هیجاناتشان و او رفتارهایشان نشان از ای داره که ای طفل متاسفانه دچار یک نوع اختلال روحی و روانی شده و نیاز به درمان داره. بله، متاسفانه. خب انواع اختلالات روانی
بسیار زیاده که من فقط نمونه ذکر میکنیم، چون باز این شده در برنامه های بله. مفصل تر بله، چون هر اختلال جداست. خب انواع اختلالات در کودکان، مهمترین اختلالا اختلال استراب هست که باز او شامل اختلال استراب جدایی که کودک ترس داره که والدین خودش از دست بده، عزیز خودش از دست بده. دیگه اختلال سوگ داریم، ممکنه یتیم شده باشه یا یک عزیزی را از دست داده باشه در او باشه. اختلال افسردگی در کودکان، اختلال خودکشی که شامل همین افسردگی میشه، بسیار شدید میشه که طفل تصمیم به خودکشی میگیره. اختلال استرس پس از سانحه که این مورد افغانستان بسیار زیاده که باز در برنامه خودش گفته میشه. و اختلال بیش فعالی کودکان که تمرکز حواس ندارن و انواع فوبیا ها، تمام اینها اختلال فوبیا چه خب او هم در یک برنامه جدا تعریف میشه که کلا تفکیک میشه از استراب. شاید در مردم عامه فوبیا هم استراب باشه، در صورتی که بسیار متفاوت هست. درسته. من در همین مسئله که شما ذکر کردین خانم حسینی به ذهنم رسید که ما با یک روانشناس صحبت میکردم که در غرب کابل فعالیت داشت، متاسفانه میگفت که به خاطر حوادث تروریستی که متاسفانه در غرب کابل بین اطفال، بین دخترها اتفاق افتاده، بسیار از دخترها صحنه شهادت بله. دوست خودشان را، هم صنفی خودشان بله. را، همسایه خودشان بله. را، چشم خودشان در لحظه دیدن و او سر بریده، دست بریده، پای بریده. او صحنه های انقدر فجیع است که از تحمل یک انسان کامل و بالغ دور است چه برسه به یک طفل باشه صحنه را ببینم. متاسفانه میگفت بسیاری از دخترها گرفتار اختلالات هستن بله. اما یک قشر فراموش شدن بله. کسی اکثرا از خانواده های فقیر هستن، حمایتی ندارن، پدر و مادر برای تأمین نان خوردن اینها گاهی اوقات میمانن چه برسه که بعد درمانشان هزینه بکنه. درمان روانی را و این دخترها همچنان این زجر و این رنج دائم را تحمل میکنن تا زمانی که مگم خداوند خودش لطف کنه و این مسئله حل شده، که نمیفهم آیا به خودی خود حل شدنی هست یا نیست. به خودی خود حل شدنی نیست و هر روز این روند متاسفانه بدتر میشه. متاسفانه این بسیار زجرآور است خانم حسینی که به خاطر فقر یک قشر عظیمی از جامعه ما، دختران ما این مسئله را تحمل میکنه و نیازمند حمایت، قطعا حمایت بله. دولتی است، حمایت نهادها و سازمانهایی که میتونن خیری هستن، میتونن کاری انجام بدن. حتما که افرادی که تحصیل کرده هستن، به نحوی حالی که ما دستمون کوتاه است و خانم های تحصیل کرده نمیتونن که بعد دانشگاه برن، به سر وظیفه برن، کار انجام بدن، این خودش حمایت عاطفی، حمایت روحی و روانی از افرادی که به نحوی آسیب دیده سوانح اخیر هستن هم خودش میتونه یک فعالیت بسیار مثبت و تاثیرگذار داشته باشه. بله خب علائم و نشانه های اختلالات روحی روانی بله. علائمی که باز والدین قطعا از طریق علائم میتونن توی او تشخیص بسیار کمک کننده باشه. کودکانی که بسیار غمگین هستن، کودکانی که بسیار گریه میکنن، گاهی گریه ها شاید اگر طفل خردسال باشه، 3 سال 4 سال ممکنه یک بیماری جسمی داشته باشه که باید بررسی شوه از اون لحاظ. اگر مشکل جسمی نداشت حتما مشکل روحی و روانی دارن. و ای که در عادت های غذاییشون تغییر ایجاد میشه، یا پر اشتها میشن یا کم اشتها میشن، اختلال در خوابشون ایجاد میشه، خواب های بد میبینن، کابوس میبینن، و ای که یا کم خواب میشن یا پر خواب میشه، او بسگی به او طفل داره. و ایرم بگیم که در اختلالات همونطور که در دنیا شاید متفاوت باشه علائم و نشانه هاش، ممکنه در افراد و خانواده ها و قوم ها هم متفاوت باشه که یه علائم بروز بکنه. دیگه اکثرا کودکانی که دچار اختلال میشه دل درد هستن، وقتی چکاب پزشکی رو میرن میبینه هیچ نوع بیماری مثلا مربوط به معده و روده نداشته باشه، علتش میتونه اختلالات روحی و روانی باشه که طفل ناخودآگاه میگه من دل درد دارم. چقدر جالب خانم حسینی، حتی برای افراد بزرگسال هم ما شنیدیم که این مسئله ایجاد میشه. یک نفر میشناسم که سنش هم بسیار کلام بود، بله. نزدیک 30 ساله بود،
و با علائم دلدرد وقتی بله. به دکتر مراجعه کرد، در نهایت معلوم شد که مشکلی روانی بله. بیشتر علائم و نشانها در کودک و بزرگسال و نوجوان تقریبا مشابه همه در کتاب DSM تفاوت چندانی ندارد. افزایش وزن داره، ممکنه بسیار چاق شوه یا ممکنه کاهش وزن داشته باشه، هر روز لاغرتر و نحیفتر شوه. سردرد دارن، پشت گردنشون درد میگیره، سرشون بی دلیل درد میگیره، ممکنه میگرن نداشته باشه یا بیماری خاص مشکل سر نداشته باشه، ولی سردرده که میگن سردرد عصبیست متاسفانه. و ای که تغییر و در عمل کرد تحصیلیشون، اطفالی که خب به مکتب میرن درسشون افت میکنه، دیگه شاید تمایلی نداشته باشه که به مکتب حتی بره، حتی ترک تحصیل میکنن. اطفالی که دچار اختلال شدید باشه و ای که پرخاشگر میشن، قطعا کودکان نمیتونن با زبان ای رو به والدینشون و دیگران بفهمانن یا معلمشون که من دچار اختلال روحی روانی هستم، با پرخاشگری تهاجمی هم میشن. مشکلی دارم بله، ولی خب به قول عصبی است، زود ناراحت میشن، حساس میشه. علائم نشانه ها بله، ده یک دقیقه و ای که گویی اطفال وقتی دچار اختلال باشه از رفتن به مکتب و کودکستان هم باز میمانن و خودشون از اجتماع سعی میکنن که پنهان بکنن، ظاهر نشن. و همین علائمشون که اگر ذکر بکنیم فکر می‌کنم بسیار زیاد باشه وقت برنامه تمامه. بله انشاءالله خانم حسینی عزیز، در برنامه‌های آینده مفصل در خدمت بله. شما خواهیم بود و انشاءالله در مورد این مسائل و این اختلال‌ها منتظری هستیم که صحبت‌های شیرین شما را بیشتر بشنویم. و شما بیننده‌های عزیز و محترم اگر کدام سوال در این زمینه از کارشناس و محترم خانم حسینی دارید، از طریق شماره تماسی که نظرت میخواید، از طریق شماره تماسی که زیرنویس شده از طریق واتساپ و تلگرام میتونید که سوالات خودتون رو برای ما بفرستید. اگر کدام تجربه خاص در این زمینه دارید برای از ما روان بکنید، انشالله سعی میشه که به تک تک سوالات شما عزیزان در همین برنامه پاسخ داده شود. حتما اشاره بکنید که سوالتون مرتبط با کدام کارشناس و کدام برنامه است که کارشناس خانم حسینی برنامه روشنات ان شاء الله به سوال شما عزیزان پاسخ دادم شود. اما در انتهای برنامه هستیم، یک دو بیت بسیار زیبا از شاعر شیرین سخن فارسی رو تقدیم شما عزیزان میکنم و بعد از از خدمت شما مرخص میشیم. تند به ناز طبیبان نیازمند مباد، وجود نازکت آزرده گزند مباد، سلامت همه آفاق در سلامتی توست، به هیچ آرزه شخص تو دردمند مباد. الهی آمین. و ما یک کارشناس محترم از حضور شما عزیزان مرخص می شویم، در پناه خداوند مهربان باشید. اللهم صل على محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد، وعجل فرجهم.